بله، موضوع مهاجرت پزشکان و نخبگان از ایران تحت حاکمیت آخوندها خبرساز شده. واقعیت اینه که پزشکان و نخبگان سرمایه های ارزشمندی هستند که وجودشون عامل رشد و توسعه کشوره. در تمامی جوامع سرمایه انسانی مهمتر از سرمایه مادیه، چرا که این انسان ها هستند که جوامع رو به پیشرفت میرسونن. سوال اینه که علت خروج پزشکان و نخبگان از کشور چیه؟ همراه هستیم با آقای حمیدرضا زینی تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. با سلام، به عنوان اولین سوال میخواستم توضیح بدید که وضعیت مهاجرت پزشکان و نخبگان طی این سالیان چگونه بوده؟ منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم ایران آزادی. در پاسخ به سوالتون باید بگم سال هاست که مهاجرت نخبگان و متخصصان از ایران دیگه تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه شده که طبعا نتیجه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشورمونه. الان سالیانه که ما شاهد سیل مهاجرت در بین نخبگان میهنمون از جمله کادر درمانی هستیم. این در حالیه که بخش درمان و بهداشت اتفاقا به شدت به نیروی متخصص توی این زمینه‌ها احتیاج داره. سیستم درمانی خودش کمبودهای جدی الان داره. اما الان ما شاهد یک رشد قابل توجه و نگران کننده از مهاجرت نخبگان میهنمون به دلایل شرایط اسفبار حاکمیت هستیم. به طوری که در این بازه زمانی دو سال اخیر میزان درخواست برای مهاجرت 200% افزایش داشته. 200% یعنی 3 برابر شده، تا جایی که یک منبع سازمان نظام پزشکی به روزنامه اعتماد اعلام داشته که در سال 1400 بیش از 4000 پزشک ببخشید از ایران مهاجرت کردن. در سال 1401 این رقم به 6000 نفر رسید. در نیمه اول سال 1402 هم آمار حکایت از مهاجرت 3000 پزشک دارد. این منبع پیشبینی کرده است که در این رقم تا پایان سال جاری به 10000 نفر خواهد رسید. این آمار واقعا برای هر آدم وطن پرستی تکان دهنده است. بله آیا زعیمی، دلیل اصلی مهاجرت پزشکان و نخبگان از کشور چیه؟ خب یکی از مهمترین دلایل نظر من مهاجرت ها همینطور که اشاره کردم وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حاکم بر جامعه است. مجموعه مشکلات باعث شده که رشته های دیگه مثل طب اطفال، داخلی، بیهوشی، اوژانس، ارتوپدی و قلب و رادیولوژی اینا دیگه کمترین داوطلب حتی برای ادامه تحصیل تو ایران داشته باشه. اوایل سال 1401 یکی از دیگه مسئولان نظام پزشکی یه آمار حیرت آور دیگه رو رسانه‌ای کرد که گفت از جمع 95000 نفری پزشکان عمومی 20000 نفر شغل پزشکی رو اصلا کنار گذاشتن و به مشاغل دیگه روی آوردن. خب برای نمونه پزشکی ما سراغشون با حقوق 11 میلیون تومان امرار معاش میکنه. این در حالیه که همدورهای این پزشک عموما یا مهاجرت کردن یا تو فکر مهاجرت. الان درآمد یک پزشک متخصص در یک بیمارستان دولتی که مشغول کاره با همه مزایاش حتی از یک کارگر نیمه حرفه‌ای در کشورهای پیشرفته کمتره. خب عده فوق متخصصین و استادان با تجربه هم حالا نه فقط به دلایل مشکلات اقتصادی و مالی بلکه به لحاظ سیاسی و توهین و حدک حرمت‌هایی که دائم نسبت بهشون میشه دارن مهاجرت میکنن. خب باید گفت در حاکمیتی که اصل به وفاداری به ملایان و اعتقاداتشونه قطعا متخصصین مستقل تحت انواع فشارها و مضیقها قرار میگیرن، یا به بیان دیگه افرادی نالایق بیکفایت برای این استادان و اندیشمندان وقتی حکمرانی میکنن امری که قطعا نمیتونه مورد قبول بسیار استادان، صاحب نامان، صاحب نظران در هر رشته و حوزه باشه. بله، آیا مهاجرت فقط مربوط به پزشکان و متخصصانه یا قشرهای دیگه هم مهاجرت میکنن؟ نه ابدا، به دلیل وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که بر این کشور حاکم شده اقشار مختلف از جمله دانشجویان، حتی کارگران متخصص، حتی عادی هم کشور دارن ترک میکنن.
یکی دیگه از ابعاد دردناک جدید در مورد وضعیت دانشجویان دانشگاه تحت حاکمیت آخوندا مهاجرت و خارج شدن دانشجویان از کشور حتی قبل یا در همون آستانه ورود به دانشگاه است، چون که تعداد متقاضیان برای درس خوندن و شرکت در آزمون‌های مرتبط با رشته‌های حوزه بهداشت که نام بردم و درمان انقدر کم شده و صندلی‌ها خالی مونده. خب قضیه مثل سال گذشته نیست که افراد بیان در کنکور رتبه‌های برتر رو کسب کنن، برن دانشگاه درجه یک درس بخونن با هزار امید، بعد بیان مهاجرت کنن. حالا دیگه خانواده‌ها ترجیح میدن فرزندان خودشون رو اصلا خیلی زودتر از سن رفتن به دانشگاه به خارج از ایران منتقل کنن. این گفته رو کارشناس آموزشی با بیان جمله که سن مهاجرت به دانش آموزان رسیده تایید کردن. مثلا به نوشته روزنامه حکومتی ستاره صبح میگه میل مهاجرت در میان دانشجویان در سال 1401 به 68% رسیده. رویکرد سرکوب و ضدیت با دانشجویان و دانشگاه باعث شده که این قشر به صورت گسترده دست به مهاجرت بزنند. این در حالیه که اخیراً وزیر خارجه پیشین رژیم گفته که مهاجرت به کودکستان هم رسیده. علی اکبر صالحی گفته با خروج هر نخبه و متخصص از کشور 5 میلیون دلار از کشور خارج میشه. 5 میلیون دلار. در همین حال سایت حکومتی بهار در آبان 1402 خبر میده مهاجرت نخبگان از جمله پزشکان تو 4 سال اخیر حدود 45 میلیون دلار سرمایه به سرمایه انسانی ضرر زده به کشور. حالا عمق فاجعه کاملا پیداست. بله، به عنوان سوال آخر خواستم بپرسم که علت مهاجرت صاحبان کسب و کار از کشور چیه؟ خب موضوعات مهاجرت گروه ها و صاحبان کار و کسب و کار مختلف این روزها دیگه تبدیل به یه معادله اساسی شده تو فضای عمومی کل جامعه. این موضوع ها به اندازه ای داره اهمیته که حتی برخی از تحلیلگرا اون رو این روزا دارن تحت عنوان ابر چالش های پیش روی نظام و کشور ارزیابی میکنن. دلیل این مهاجرت هم جدا از شرط حاکم بر جامعه نیست، اما دقت کنید. ببینید، با توجه به نقش نیروی انسانی در اقتصاد و توسعه کشور، از دست دادن هر یک متخصص، کارآفرین، تکنسین یک آسیب بسیار جدی به جامعه است. به همین دلیل به راحتی هم قابل جایگزین نیست. در یک کلام از طریق نیروی انسانی کارآزموده متخصصه که فاصله کشورها با توسعه کوتاه‌تر میشه، زمینه رشد و پیشرفت پایدار کشور فراهم میشه. اما اونجایی که وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم برای این حکومت اصلا ارزشی نداره، مطرح نیست، از طرفی همه امکانات مادی و معنوی رو در طول خودشون گرفتن، خب باعث شده جامعه آنچنان به ورطه نابودی کشونده بشه که مردم به رغم علاقه شهیدشون به کشورشون متاسفانه مجبور به ترک اون میشن. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید، خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از این فرصتی که به من داده شد.